نهمین روز فروردین ماه برابر با 29 مارس، سال 955 خورشیدی برابر با 1576 میلادی، شاه اسماعیل دوم در قزوین بر تخت سلطنت نشست و بلافاصله تمام برادران خود را یکی پس از دیگری به قتل رسانید و هر که را گمان می کرد در فکر پادشاهی باشد از سر راه برداشت. وی که مردی عیاش و خونخوار بود، چون در جوانی در هرات به دست معلمی سنی مذهب تربیت یافته بود، بران شد که مذهب شیعه را که توسط پدرانش ترویج شده بود براندازد. سال 878 خورشیدی برابر با 1500 میلادی، سرزمین کاستاریکا در آمریکای مرکزی توسط کریستوف کلم کشف شد. سال 951 خورشیدی برابر با 1573 میلادی، پس از شکل‌گیری جریان اصلاح طلبی توسط مارتین لوتر در اوائل قرن 16 و به راه افتادن نهضت پروتستان، اختلافات عقیدتی با کاتولیکا به جنگ میان دو گروه انجامید. در این میان در فرانسه جنگ‌هایی در چهار مرحله روی داد که سرانجام شارل نهم ضمن صدور فرمان تاریخی که به فرمان آزادی موسوم گردید، به پروتستان‌ها نوعی آزادی مذهبی و آزادی در عقاید و احکام عملی داده و به یک سلسله از جنگ‌های مذهبی خاتمه داد. سال 1004 خورشیدی برابر با 1626 میلادی، در گذشت آنتونیو توردسیلاس، مورخ اسپانیایی که روزنگار دیدار کریستوف کلم و سایر اسپانیایی‌ها و نیز پرتغالی‌ها از قاره آمریکا و همچنین رویدادهای دوران حکومت فیلیپ دوم و فیلیپ سوم را تألیف کرد. سال 1054 خورشیدی برابر با 1676 میلادی، پیروزی امپراتوری عثمانی بر لهستان و تصرف بخش‌هایی از سرزمین اوکراین توسط عثمانی‌ها. سال 1150 خورشیدی برابر با 1772 میلادی، در گذشت امانوئل سودنبرگ، متفکر، عالم و عارف سوئدی که اعلام کرد فلسفه او انفصال از دنیای مادی و غرق شدن در تماشای عالم معنوی است. سودنبرگ در مشاهده عالم معنا چنان تیزبین و دقیق بود که آن را به شیوه دانشمندان با همه جزئیاتش توصیف می کرد و معتقد بود دنیای مادی و دنیای روحی هر دو دارای طرح و الگوی قابل انطباق هستند، پس بنابراین وحدت پذیرند. سال 1195 خورشیدی برابر با 1817 میلادی، زادروز کنستانتین اکساکوف، نقدنگار، نویسنده و تاریخدان ایدئالیست روسیه. سال 1247 خورشیدی برابر با 1638 میلادی، نخستین مهاجرنشین سوئدی‌ها در دلیور آمریکا ایجاد شد. سال 1306 خورشیدی برابر با 1928 میلادی، واگذاری امتیاز تأسیس بانک شاهی ایران به رویتر، سرمایه‌دار انگلیسی.